با سلام، مهرام ارژنگی هستم، مشاور املاک از تورنتو کانادا. با برنامه مشاور شما از تلویزیون AMG در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امروز ما در مورد اینوستمنت هست، یعنی سرمایه گذاری در مسکن. تمام حالتهایی که برای یک سرمایه گذاری مسکن در تورنتو و تورنتو بزرگ در نظر گرفته میشه رو من امروز توی این برنامه خدمتتون عرض میکنم. اینها در حقیقت نظرات شخصی من هست با توجه به اینکه با مشتری های مختلف، کلاینت های مختلف کار کردم، انواع سرمایه گذاری های مختلف رو خرید و فروش کردم. تجربیات شخصی خود من هستش که دستبندی کردم که امیدوارم برای کسایی که تصمیم دارن که سرمایه گذاری کنن توی تورنتو و خونه‌ای بخرن و کاری انجام بدن، یه نوع سرمایه گذاری انجام بدن، مفید و مثمر ثمر واقع بشه. بحث امروز ما با سرمایه گذاری از چند لول مختلف تشکیل میشه که من لول اولش رو شروع میکنم خدمتون توضیح دادن. یکی این که وقتی که میخواین خونه بخرین یا یک ملک مسکونی رو بخرین، چیزی که مهمه اینه که ببینید که علت خریدش چی هست. بعضی وقتا هم دوستان عزیز میان به من میگن که آره من میخوام یه خونه ای بخرم تو منطقه خوب باشه، بچه ها مدرسه خوب برن، خونه این شکلی باشه، اون شکلی باشه و سرمایه گذاری خوبی هم باشه. واقعیت قضیه اینه که شما سرمایه گذاری نمی کنین. شما دارین یه خونه می خرین که برین توی زندگی کنین. خونه اول شما به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته نمیشه. من همیشه میگم که شما کی سرمایه گذار شدین؟ سرمایه گذاری یا سرمایه گذار یک کاریه یا یه شخصیه که کارش اینه که پولش رو یه جا بذاره و این پولش رو بیشتر کنه از طریق سرمایه گذاری. شما وقتی میرین یه خونه میخرین برای زن و بچه‌تون و سرپوشی براش، سرپناهی برای خودتون درست میکنین که مدرسه خوب باشه، محله خوبی باشه، همه این فاکتورها در نظر میگیرین، واقعیت قضیه شما دارین خونه میخرین که برین توش زندگی کنین. این رو اسم شما سرمایه گذاری نمیذاریم. این یه سرپناهیه که شما برای روز برای خودتون و خانوادتون در نظر میگیرین. در نتیجه هیچ وقت خونه اولتون رو به عنوان یک سرمایه گذاری بزرگ بهش فکر نکنین. البته نمیگم که برین توی محله جای بد خونه بخرین. معمولا جایی که مدرسه هاش خوب هستن، جاهایی که مردم مخصوصا ایرانی ها میرن توی زندگی کنن، مناطقی هستش که از نظر سرمایه گذاری هم خوبه. ولی حالا نوع خونه، تانهاس، خونه دیتچت، سمی دیتچت، اینا خیلی مهم نیست. اینا در حقیقت به باجتتون رب پیدا میکنین که با چه بودجه‌ای دارین این خونه رو میخرین و مدرسه های اطرافش چجوریه و محله چجور محله هست و زن و بچه‌تون یا شوهرتون و بچه‌هاتون و فامیلتون چقدر اون محله رو دوست دارن و به دردتون میخوره. در نتیجه خونه اولی که میخرین و دارین که برین توش زندگی کنین به عنوان سرمایه گذاری در نظر نگیرینش. خوبه که یک نگاهی هم داشته باشی که این آیا سرمایه گذاری خوبی هست، نوع خوبی هست. اگر پولتون اجازه بده فرض کنین بین تانهاست و خونه دیتچت و آپشن‌های مختلف داشته باشین، اون موقع میتونین بگین که آره من مثلا بهتره برم یه خونه دیتچت بگیرم توی این منطقه و حالا همه چیزش هم براتون خوب باشه. ولی واقعیتش اینه که معمولا اینا با همدیگه جور نمیشه توی یه جا. در نتیجه خونه‌ای که میریم توش زندگی بکنین رو از داستان سرمایه گذاری جدا بذارین. اون یک داستان دیگه ایه. شما دارین میرین خونه بخرین که باهاش زندگی کنین. هیچ وقت شما نمیگین که ماشینی که من دارم میخرم ماشینی باشه که فرض کنیم که اوبر هم بتونه کار کنه، تاکسی هم بتونه کار کنه، اسنپ هم بتونه کار کنه. یه ماشینی که شما دارین برای زندگی خودتون دارین میخرین. حالا اگر استفاده جانبی ازش میبرین داستان علاهده‌ای هست. مورد دوم در مورد سرمایه‌گذاری مسکن، موردیه که شما میرین توی یه خونه میخرین، اسباب کشی میکنین، میرین توی زندگی میکنین، یک قسمتش رو اجاره میدین و به عنوان درآمد ازش استفاده میکنین. این یک نوع سرمایه گذاری میشه. یعنی فرضاً شما میرین توی منطقه یک خونه میخرین $1,000,000، 20% رو میذارین، $200,000 میذارین، $800,000 وام از بانک میگیرین، وام $800,000 بانکتون فرض کنیم $4,000 پیمنت های ماهانش هست، پرداخت های ماهانش هست. حالا یه قسمتی از این خونه که حالا میتونه یک آپارتمان مجزا توی بیسمنتش باشه یا میتونه یک آپارتمان جدا تو همون طبقه همکف پشت بالا پایین دوپلکس، انواع مختلفش وجود داره. معمولا
میتونم بگم 80-90% این تیپ خونه ها توی بیسمنتشون یه دونه واحد مجزا دارن که ورودی مجزا داره و شما میتونید اونجا رو به عنوان یک واحد مستقل اجاره بدیم. فرض کنیم اجاره میدین 1000 دلار و از اون 4000 دلار شما پیمنت های شما در حقیقت 1000 دلارش رو کاور میکنه، یا به عبارت دیگه 200000 دلار مورگیج شما رو این کاور میکنه. خب این یه نوع سرمایه گذاری هست که میگین که خب پس من حالا رفتم یه خونه خریدم دیگه لازم نیست 4000 دلار در ماه مورگیج بدم، 3000 دلار میدم این رو، اون قسمت خونه رو اجاره میدین. این ساده ترین نوع سرمایه گذاری هستش که شما هم میتونین خانوادتون رو سرپوشی براش بذارین یا خونه برای خودتون داشته باشین و در کنارش یک درآمدی هم داشته باشین. این یک درآمدیه که درآمد تکسبل هم هست. شما یه سری موارد رو حتما در موردش باید رعایت کنین. اولا باید مطمئن باشین که مستاجری که انتخاب میکنین میاد توی خونتون، اگر که به اداره مالیات کانادا اعلام داره میکنه که در آدرس شما داره زندگی میکنه و 1000 دلار ماهانه به شما اجاره میده، شما هم حتما باید به حسابدارتون بگین که 1000 دلار از اونجا دارین اجاره میگیریم و جزو اینکامتون حساب میشه، یعنی 12000 دلار به اینکام سالانه شما اضافه میشه. ولی در قبالش هزینه های مثل هزینه ایجنتی که اونجا رو گرفتین اجاره دادین، هزینه نقاشی بیسمنتتون، هزینه خراب اگه چیزی خراب شده، اپلاینسش خراب شده، یخچال خراب شده، گاز خراب شده، اینا رو عوض کردین، اینها رو هم میتونین به عنوان هزینه هایی که برای اون واحد کردین از سودی که از اون 12000 دلاری که در حقیقت درآمد داشتین کم کنین و در حقیقت مالیات کمتری بدین. ولی اگر که همسایتون داره اعلام میکنه، مطمئن باشین شما هم دارین اعلام میکنین، وگرنه گیر میفتین و این اینکامتون رو بعداً کانادا رووین ایجنسی میاد جریمتون میکنه. یکی دیگه از مشکلاتی که توی این تیپ خونه ها به وجود میاد اینه که بیسمنت آپارتمانی که شما دارین اجاره میدین بیسمنت آپارتمان لیگالی نیست. یعنی شهرداری اون منطقه وقتی اون خونه ها رو ساخته، تو اون کوچه ساخته، اون خونه شما رو به عنوان سینگل فامیلی حساب کرده، یعنی اینکه یک فامیل، یک خانواده تو اون خونه داره زندگی میکنه. در نتیجه سیمکشی های برق خیابون، لوله فاضلاب خیابون، آب خیابون، همه چی بر اساس اینکه یک خانواده داره اونجا زندگی میکنه حساب کتاب شده. و اگر همه همسایه‌ها قرار باشه که بیسمنت هاشون رو اجاره بدن، یه خانواده 4 نفر اونجا زندگی کنن، 4 نفر هم بالا زندگی کنن، اصلا کوچه شاید دیگه کشش این رو نداشته باشه. در نتیجه شهرداری ها بعضی هاشون دوست ندارن این اتفاق بیفته. بستگی داره به چه شهر، تو کدوم شهر زندگی میکنین. آرورا، ریچموند هیل، نیو مارکت، تورنتو، وان، مارکام، همه اینا قوانینشون یک مقدار با هم دیگه فرق داره. تو شهرهایی مثل مثلا تورنتو که خیلی دنسه، یه خورده راحت تر شهرداری از این که به شما اجازه بده که بتونین جمعیت که دنبال جا میگردن رو ابزورب کنین، یعنی یه قسمتی از این باری که مردم توی شهر تورنتو دچار جا ندارن برن بمونن رو شما هندل کنین و یک نفر رو یا 2 نفر رو توی بیسمنتتون اجاره بدین و نگهدارین، شهرداری یک مقدار قوانینش رو راحت تر میگیره. توی آرورا سخت‌تر میگیره، ریشمونتیل یه مقدار راحت‌تره. بستگی داره که کدوم شهر زندگی میکنین و در چه زمانی هست، چون قوانین مرتب هم میتونه تغییر کنه. یکی از موردش اینه که این بیسمنت ها لیگال باشه. از نظر شهرداری اینا خیلی هاشون لیگال نیستن. لیگال به معنی این که شما نمیتونین اجاره بدین و از توش پول در بیارین. شاید بتونین بگین که مثلا من پدر مادرم اونجا زندگی میکنن و اجاره هم ازشون نمیگیرن. بهش میگن این لا سویت. این اسمن قانونی هستش که شما این لا سویت داشته باشین، ولی به عنوان این که اینا به معنی پدر مادر خودتون یا پدر مادر خانومتون مثلا برن اونجا زندگی کنن، دتس اوکی. ولی اگر که بخواید شما ازش درآمد داشته باشین، این بیسمنت باید لیگال باشه و شهرداری باید اجازه به شما بده که شما اونجا رو بتونین اجاره بدین. این لیگال بودن شهرداری، بعضی وقتا هست خونه‌ای هستن که لیگال نیستن، شما هم اجاره دارین میدین، درآمد هم دارین و هیچ مشکلی هم ندارین. ولی یادتون باشه یکی از ریسکای خونه اجاره دادن خونه هایی که لیگال نیستن اینه که اگر یکی از همسایه های شما شکایت کنه و شهرداری بیاد بازرسی کنه و ببینه بیسمنت شما لیگال نیستش، به شما نوتیس میده یا اخطار میده که اینقدر 30 روز، یه ماه 30 روز، 90 روز فرصت دارین تا تخلیه کنین اونجا رو، آشپزخونه‌اش رو جمع کنین و تبدیل کنین به یک، از حالت آپارتمان بیرون بیارین اون واحد رو. این رو باید مواظب باشین که همیشه این ریسک رو دارین که
شهرداری پیدا دست بذاره و پیداتون کنه. یکی از توصیه های من به شما اینه که حالا اگر که بیسمنت لیگال دارین که فاین، مهم نیست. اگر بیسمنت ایلیگال دارین و دارین اجارش میدین، حتما به اداره اینشورنستون، بیمتون اعلام کنین که شما دارین بیسمنتتون رو اجاره میدین. حتی اگر بیسمنتتون لیگال نباشه، باز وقتی شما به اداره بیمتون دارین بگین که من بیسمنتم رو اجاره دادم، یک مقدار اون ماهانه پرداخت و ماهانه بیمتون بالا میره، ولی عوضش خیالتون راحته. اگر اتفاقی توی بیسمنت بیفته، آتش سوزی بشه که منشأش بیسمنت باشه، حداقل بیمه شما رو کاور میکنه. وگرنه اگر اتفاقی بیفته، بیمه بعداً به شما میگه که نه، شما به من نگفتی بودی که بیسمنت تو اجاره میدی و من اصلا خبر نداشتم. در نتیجه آتش سوزی که از بیسمنت شروع شده و تمام خونه شما رو سوزونده، 300 هزار دلار 400 هزار دلار خونه شما رو سوزونده، از بین رفته، رو من قبول نمی‌کنم و کاور نمی‌کنم. این رو همیشه مواظب باشین که حتما به اداره بیمه‌تون بگین. به اداره بیمه گفتن هیچ ارتباطی بین اداره بیمه و شهرداری شما وجود نداره، که فرض کنیم نگران باشین که اگه من به بیمه‌ام بگم، بیمه برمیگرده به شهرداری، من خبر میده که بیسمنت من لیگال نیست و وقت شهرداری میاد سراغش. نه، این ارتباط بینشون وجود نداره. فقط بیمه میدونه که ریسکش یه خورده بالاتره. اگه قرار بود مثلا ماهی 50 دلار از شما بگیره، حالا ماهی 70 دلار میگیره. با 20 دلار 30 دلار ماهانه بالا پایین، شما حداقل خودتون رو در مقابل ریسکی که یک آدمی که نمیشناسین توی بیسمنتتون زندگی میکنه و احتمال داره که کرلس باشه، حواس پرت باشه، نونش توی توستر بمونه، آتیش بگیره و موجب آتیش سوزی خونه شما بشه، رو کاور میکنه. یکی دیگه مواردی که توی بیسمنت ها هستش، رتروفیت بودنه. بعضی وقتا ما میگیم بیسمنت رتروفیت هست ولی لیگال نیست. یعنی چی؟ لغت رتروفیت به معنی اینه که از نظر اداره آتش نشانی، این یونیت به قول معروف یونیتی هستش که قانونی هست از نظر اداره آتش نشانی. صرفاً این که از نظر اداره آتش نشانی قانونی باشه، دلیل بر این نمیشه که این بیسمنت لیگال باشه. یعنی اداره آتش نشانی برای خودش قوانین خاصی داره روی یونیت ها، که به عنوان مثال اینه که سیمکشیاش باید با الکتریکال کود کامپلاینس داشته باشه، یعنی اینکه سیمکشیش باید سرتیفاید شده باشه، خود بیلدینگ باید بیلدینگ کود رو رعایت کرده باشه. یونیت هایی که مثلا توی بیسمنت هستن، دیوارش، سقفش باید فایر ریتینگ باشه، به مفهوم اینکه اگه آتش سوزی اونجا بشه، نوع درایوالی که توی سقفش داره استفاده میکنه، نوع دری که داره برای واحد شما، واحد بیسمنت رو از کل خونه مجزا میکنه، حداقل باید 30 دقیقه آتش سوزی رو بتونه تحمل کنه بعد انتقال بده. در نتیجه یا اینکه دو تا راه فرار داشته باشه، که اگه آتش سوزی بشه، کسی که اونجا داره زندگی میکنه دو تا راه فرار داشته باشه بتونه فرار کنه. یکی دیگه از موارد رتروفیت اینه که اسموک دیتکتور داشته باشه، CO دیتکتور داشته باشه. یه سری قوانین خاصی هستش که فایر مارشال میاد اینا رو چک میکنه توی اون واحد شما و به شما میگه که اینجا رتروفیت هست یا نیست. ولی لزوماً اگر که واحد شما رتروفیت شده و اداره آتش نشانی اومده گفته که اینجا اوکی هست، از نظر من میتونه یک آدم توش زندگی کنه، دلیل بر این نمیشه که شهرداری شما هم اجازه بده که شما اونجا رو اجاره بدیم و توش پول در بیارین. اداره آتش نشانی فقط میتونه به شما بگه که اونجا میتونه یک واحد مجزا باشه، اجازه دارین، ولی اون اجازه رو شهرداری های محله و محلتون باید بهتون بده. در نتیجه مواظب باشین، خیلی کامپلیکیشن های مختلف تو این داستان وجود داره و مهمترینش اینه که اگر که شما بیسمنتی میگیرین یا خونه میگیرین که بیسمنتش رتروفیت هست، دلیل برای این نیستش که بیسمنت لیگاله. همیشه اگر اینجور خونه ها رو میخرین، قبلش با شهرداری چک کنین. بعضی وقتا اتفاقی که میفته اینه که شهرداری به صاحب خونه اختار میده که اونجا رو تخلیه کنیم و صاحب خونه اینوستوری بوده قبلا که اونجا رو داشته اجاره میداده، در نتیجه خونه رو میذاره برای فروش و شما هم فکر میکنین چون بیسمنت آپارتمان داره، میرین اون خونه رو میخرین، اجاره میدین، بلافاصله شهرداری دوباره میاد سراغتون و دردسر براتون ایجاد میکنه. در نتیجه قبل از اینکه خونه ای رو بخرین که آپارتمانی توش داشته باشه، با شهرداریتون چک کنین، ببینین که این قانونی هست یا قانونی نیست. میریم با هم دیگه یک دیگه برنامه کوتاهی رو میبینیم، برمیگردیم، ادامه میدیم انواع مختلف سرمایه گذاری رو.
خب تو قسمت اول برنامه صحبت کردیم که یه جایی رو که زندگی میکنیم به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه نکنید، یه سقفی که دارین توش زندگی میکنید روی سرتون هست و دارین توش زندگی میکنید. اگر خواستین یه ذره سرمایه گذاری کنین، برین یه جایی بگیرین که بتونین یک قسمتش رو اجاره بدین. اون یک قسمت اجاره دادن رو هم قرار شد که با شهرداریاتون چک کنین، مطمئن باشین که اونجا رو میتونید اجاره بدین. اگر هم لیگال نیستش، حداقل دردسری توش نباشه، قبلا فلگ نشده باشه از نظر شهرداری که بعدا مشکل واسهتون پیش بیاد، به اداره اینشورنستون اعلام کنین و این موارد رو رعایت کنین. حالا مورد بعدی که سرمایه‌گذاری پیش خریده، پیش خرید که شما رو یه خونه رو پیش خرید میکنین، دو سال بعد میفروشین، برای اون یه برنامه جدا ما داشتیم اگر که خاطرتون باشه. اگر که خاطرتون هم نیست و ندیدین اون برنامه رو، میتونین توی یوتیوب چنل تلویزیون AMG یا توی فیسبوکشون برین نگاه کنین، تو قسمت برنامه مشاور شما در مورد ریال استیت فکر میکنم برنامه سوم یا چهارم هست که در مورد پیش خریدها صحبت میکنیم و اون یک برنامه کاملا مجزا هستش که میتونین برین ببینین. نوع دیگه سرمایه گذاری هست که شما یه خونه رو میخرین و خونه رو اجاره میدین. این کاملا یک سرمایه گذاری است. معمولا اتفاقی که میفته، شما یه خونه دارین توی زندگی میکنین، حالا یه پولی اضافه دارین، یا خونتون ریفایننس کردین، یه پولی دستتون رسیده، یا از ایران پول آوردین، یا بالاخره یک پولی دارین که الان میخواییم برین یه خونه ای رو بخرین و به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه کنین. اینجا سرمایه گذاری جدی داستان شروع میشه، چون اینجا دیگه بحث ما بحث صرفا سرمایه گذاریه. خب چه خونه ای به درد سرمایه گذاری میخوره؟ به درد این میخوره که شما بخرین و رنتش بدین. چند مدل تو این داستان هستش. یه موقع هستش که شما یه جایی رو میخرین و به امید اینکه این سالانه داره قیمتش میره بالا، اونجا رو نگاه میکنین. یعنی منطقه هستش که رو به رشده، در نتیجه به اجارش نگاه نمیکنین. شاید فرض کنیم یه جایی رو میخرین که میگین آقا 1,000,000 دلاره، من 20% میذارم، 4,800 دلار مورگیج میگیرم، با نرخ امروز 4,000 دلار پیمنت های ماهانه میشه و این ملکی که خریدم سالی 10%، یعنی سالی 100,000 دلار رشد میکنه. در نتیجه شما زیاد درگیر درآمد اجاره اونجا نیستی. شاید اجاره اونجا 1,500 دلار باشه، 2,000 دلار باشه و شما بگیم من ماهی 2,000 دلار از جیبم میذارم، یعنی سال اول 12 تا 2,000 دلار میذارم، 24,000 دلار میذارم، عوضش اون سال اول 100,000 دلار افزایش قیمت پیدا میکنه اونجا، یعنی چیزی حدود 76,000 دلار من سود میکنم تو این داستان در سال اول. این یک مدل سرمایه گذاریه که باید مطمئن باشین که ایریایی که میخرین و نوع تیپ خونه که میخرین، مطمئن باشین که این در حقیقت فکری که دارین رو بتونین روش پیاده کنین، یعنی این ایده‌ای که دارین مطمئن باشین که پیش میاد. معمولا تیپ خونه هایی که برای این به درد این کار میخوره، تیپ خونه هایی هستن که بانگلو هستن، تو مناطقی هستن که 60 سال تقریبا ازشون گذشته، 50-60 سال گذشته و منطقه داره ریدیولوپ میشه، بیلدرها دارن میان سراغ زمین‌ها رو میخرن. در نتیجه شما یکی از این بانگولای کهنه رو میتونین بخرین، خونه یه طبقه و اجارش بدین، باقی چون خونه‌های قدیمی هم هستن در و داغونن، اینکام زیاد اجاره توش ندارین، ولی عوضش ارزش افزوده ملکتون سال به سال داره بالا میره. این یک مدل خرید و رنت دادنه. مورد دیگه‌ای که برای خرید و اجاره دادن هست، موردی که شما صرفاً دارین نگاه می‌کنین روی ریترن آن اینوستمنتتون، یعنی چقدر این پولی که من گذاشتم اونجا به من داره سود برمیگردونه. در نتیجه این تیپ خونه‌ها فرق دارن. فرض کنیم این تیپ خونه‌ها شاید ارزش افزوده سالانه نداشته باشن. در نتیجه شما باید حواستون باشه به شما پوزیتیو کش فلو بده. یعنی یه خونه ای که میرین میخرین، فرض کنیم 1,000,000 دلار و شما 4,000 دلار پیمنت های مورگیجتون هست و با هزینه های اطراف پراپرتی تکس و مالیاتش و فلان و اینا همه چیش فرض کنیم 5,000 دلار میشه، این خونه حداقل باید به شما یه چیزی بالاتر از 5,000 دلار اینکام بده که بتونین شما به عنوان یک سرمایه گذاری درست بهش نگاه کنین. اینجور پراپرتی هم هستن، پراپرتی هایی هستن که مثلا شما 900,000 یا 1,000,000 دلار میخرین، سه تا یونیت داره یا دو تا یونیت کاملا مجزا داره و کاملا قانونی هم هست و شما هر کدومو 2,000 دلار اجاره میدین، 6,000 دلار به شما اینکام ماهانه میده، هزینه هاتون به کل با مورگیج و همه چیتون هست مثلا 5,000 دلار
و شما $1000 هم بهتون کش فلو میده. یادتون باشه هزینه های مورگیجتون همش هم توی در حقیقت هزینه نیسته. شما پیمنت های مورگیجی که دارین میدین، فرض کنیم ماهی $4000 دارین مورگیج میدین، یه چیزی $2000 پول خودتون هست، $2000 فقط اینترستش هست. در نتیجه اون $2000 اینترست رو توی کلکولیشنتون حساب میکنین، عملاً اون $4000 که گفتیم، $2000ش پول خودتون هست، $2000 اینترست هست، $1000 هزینه های جانبی هست، $3000 حالا شما دارین $6000 اینکام میگیرین از اجاره های اونجا، $3000 براتون کش فلو داره. رفتین $200000 پول گذاشتین، $6000 داره بهتون کش فلو میده. یعنی یه چیزی حدود 3% اگه اشتباه نکنم این پول شما داره به سالانه به شما برمیگردونه، که حالا اینوستمنت نسبتا بدی نیستش. به هر صورت اگر هم که توی منطقه‌ای باشه که رشد سالانه‌ای هم داشته باشه، مثلا 5% داشته باشه، خب این مثلا میتونه یه اینوستمنت خوبی واسهتون باشه به عنوان کسی که داره اینوست میکنه. ولی اینوست کردن روی پراپرتی هایی که اجاره شون رو میخواید حساب کنین کش فلو داشته باشه یه خورده پیچیده تره. بعد حواستون باشه چقدر پول دارین میذارین، ریت مورگیجتون چقدره، بهره مورگیج چقدره ازتون داره میگیره، یه خورده پیچیده تره، نیاز به کلکولیشن بیشتری داره که خارج از این برنامه است. اون خودش یک داستانیه که کیس به کیس فرق داره، جا به جا فرق داره. شما به استودنت رنت میدین، پراپرتی منیجمنت دارین اینوالف هستش، پیچیده میکنه داستانه که تو اینجور کیس ها باید کیس به کیس بشینیم نگاه کنیم ببینیم چقدر شما پول دارین، کجا باید بهتره واسه تون بخرین که بتونین سرمایه گذاری مطمئن داشته باشین که نو مدر قیمت پراپرتیتون بره بالا بیاد پایین، شما یه کش فلو مطمئن داشته باشین، یه پازیتیو کش فلو داشته باشین که بگین من انقدر پولمو گذاشتم، $200000 پولمو گذاشتم، حالا مثلا ماهی $1000 دارم از توش در میارم. مورد بعدی سرمایه گذاری فلیپ کردن هست. یعنی شما یه خونه ای رو میخرین، رنوویت میکنین، بازسازیش میکنین، میفروشین. فلیپ کردن یه پروسه ایه که معمولا 3 تا 6 ماه اتفاق میفته. شما امروز خونه رو میخرین، کلوز میکنین، فرض کنین خریدین، 1 ماه بعد کلوز میکنین، میرین 3 ماه توش رنوویشن انجام میدین، بعد خونه رو میذارین برای فروش به قیمت، فرض کنیم خونه رو $800000 خریدین، $100000 توش خرج میکنین، براتون $900000 در میاد، خونه رو مثلا میفروشین 1,100,000 1,200,000، بعد یه سود $200000 توی مقطع 6 ماه در حقیقت میگیرین که حالا هزینه‌های ریال استیتتون هست. و حواستون باشه معمولا توی پروژه هایی که اینجوری شما 6 ماه فلیپ میکنین، شاید اولی شاید دست اداره مالیات در برین، اعلام نکنین، بگین خونه خودم بوده بعدم پشیمون شدم فروختم، ولی خونه دومی که انجام میدین مطمئنا اداره مالیات میاد سراغتون و ازتون میخواد که مالیات سودی رو که انجام دادین پرداخت کنین. معمولا فرمول مالیاتش هم اینجوریه که شما اگر که $200000 روی اون پروژه سود کردین، $200000 رو $100000 شو اداره مالیات بهتون میگه که لازم نیست بدین، کپیتال گین $100000 رو میذاره روی اینکام اون سالتون، به شرطی که هنوز فکر کنه که شما اینوستور نیستین و فقط خریده بودین، حالا تصمیمتون عوض شده، خونه رو رنوویت کردین، فروختین. در این صورت کپیتال گین اپلای میشه. اگر صرفاً برای بیزنس باشه که تکس بیزنس بهش میخوره، اصلا دیگه کپیتال گین مفهومی توش پیدا نمیکنه. مورد دیگه بیلد هستش. اینه که شما یه خونه رو میگیرین و به کل خرابش میکنین، یه خونه جدید میسازین توش. این مستلزم این هستش که شما ایناف پول داشته باشین، یعنی به اندازه کافی پول داشته باشین که بتونین هم اون خونه رو دان پیمنتش رو بذارین، کلوز بکنین، بعد برین هزینه های دمولیشن یعنی خراب کردن خونه و پیسازی رو انجام بدین تا یه جایی برسونین خونه رو که بتونین برین وام ساخت خونه بگیرین. وام ساخت خونه معمولا بهرش بالاتر از وام خرید خونه است. وام خرید خونه رو شما شاید با 3% بتونین بگیرین، ولی وام ساخت خونه رو شاید مجبورشین برین 10-12% بگیرین. در نتیجه برنامه ریزی برای ساخت و تموم کردن پروژه آن تایم خیلی مهمه. اینکه شما بدونین که وقتی که خونه رو شروع میکنین به اندازه کافی پول داشته باشین که به یه جایی بتونین برسونینش که برین وام ساخت بگیرین، و وام ساخت چون بهرش بالاست بتونین سری و سر تمام این تریدایی که براتون کار میکنن و پشت سر هم دیگه بچینین، یه برنامه ریزی پروژه CPM داشته باشین که بتونین این پروژه رو
در کوتاه‌ترین زمان ممکنه تمومش کنین، بفروشین که بتونین پولتون رو بردارین. پول کسایی که به شما پول قرض دادن، من جمله بانک یا اون مؤسسه مالی اعتباری که به شما وام ساخت داده رو بتونین برگردین که دیگه بهش بهره اضافه تر نخوره. در نتیجه اون مهم اینه که بتونین، اگر که این کار رو نکردین، دفعه اول دارین میکنین، بهترین که با یه بیلدر کار کنین که این کارا رو کرده باشه، تریدر رو بشناسه که بتونه سریع و سریع این کارا رو براتون انجام بده. مورد دیگه در مورد سرمایه گذاری مسکونی اینه که شما ریزون کنین، یعنی اینکه کاربری خونه رو عوض کنین. مثلا توی شهرداری ها معمولا توی شهرهای اصلی خیلی علاقه مندن که خونه های قدیمی رو شما بخرین، 3-4 تاشو مثلا با همدیگه یکی کنین و تان هاوس بسازین، یعنی خونه های دیتشت قدیمی بر خیابون اصلی رو بخرین توی شهرهای اصلی و این 4 تا خونه رو با همدیگه فرض کنیم 4 تا خونه با بر 50 هستش بغل دست همدیگه، 4 تا خونه 60 ساله 70 ساله هست، این 4 تا رو شما با همدیگه بخرین، سر نبشه به همدیگه بچسبونین، یه زمینه بر 200 در بیارین و توش تان هاوس بسازین و یه از اون کوچه پشتم که سر نبشه از این پشتم راه بدیم بهش برای پارکینگاشون که ترافیک تو خیابون اصلی ایجاد نشه. شهرداری ها دی لاو ایت، باهاتون کار میکنن، بهتون اجازه میدن که این کار ریزونینگ رو انجام بدین. شما 4 تا زمین میخرین، فرض کنیم 4 تا 1 میلیون دلار، بعدن 8 تا 10 تا تان هاوس توش میسازین، هر کدوم 1 میلیون دلار میفروشین، یه دفعه میبینین مثلا یه سود 2 میلیون دلاری 3 میلیون دلاری توی عرض مثلا 1.5-2 سال پروژه بهتون میده. ولی حواستون باشه تو اینجور پروژه ها وقتی این زمین ها رو میخرین همه رو باید یه جا بخرین، به امید این که من اینو میخرم و دو تا بعدی هرم بقیه بغلی ها رو هم بعدم میخرم باشون صحبت میکنم، شاید یکی از اونا نفروشه. اگر هر کدوم از اونا به شما نفروشه پروژتون کنسل هستش و شما فایده نداره. در نتیجه سعی کنین این بلاک رو کاملا با هم بخرین، با شهرداریتون چک کنین ببینین اجازه ساخت بهتون میدن. معمولا ریزونینگ اینا طول میکشه، هزینه بر هستش، طول میکشه، ولی ارزش اینو داره. در صورتی که بتونین یه بلاک مثلا 3-4 تا خونه رو با هم دیگه بتونین بخرین سر نبش یکی از خیابون‌های اصلی، میتونه ارزش افزوده زیادی بهتون بده. بعضی وقتا دیولپرها میان میخرن اینو، ریزونش میکنن میفروشن، اصلا لازم نیست شما بسازین، شما همین 4 تا رو بخرین ریزون کنین، کل ارزش افزوده میاد روی قیمت ملکی که ریزون شده و آماده ساخت و دیولپ کردن هستش. این هم در مورد ریزون کردن پراپرتی ها. تقریبا همه انواع این چیزها رو کاور کردیم، سرمایه گذاری های رو کاور کردیم. بیشترین نوع سرمایه‌گذاری که ما از طرف کلاینت ها میبینیم معمولا دو مدل هستش، اون مدلی که میخوان رنتش بدن و سالانه ارزش افزوده بیشتری داشته باشه، یا اینکه میخوان برن توی زندگی کنن یک قسمتی از اون پراپرتی رو رنتش بدن، که این تیپ خونه ها معمولا خیلی زیاده توی مناطق قدیمی تورنتو، شهرهای اطراف تورنتو مثل ریچمونت هیل، آرورا، نیو مارکت، مارکام وان، تو همه این شهرها این تیپ پراپرتی ها پیدا میشه. به هر صورت اگر که سوالی داشتین در مورد اینوست کردن در خدمتتون هستیم، میتونین که به ایمیل ما سوالاتتون ایمیل کنین، در اسرع وقت به سوالات شما جواب میدیم. روی زیر برنامه ما حتما کامنت بذارین سوالاتتون رو، روی کامنت های کامنت هامون جواب میدیم بهتون. سابسکرایب کنین AMG TV رو برای اینکه بیشتر برنامه های ما رو ببینین، برنامه مفید دیگر رو که پخش میکنه AMG TV ببینین، و امیدوارم برنامه امروز مفید و مثمر ثمر واقع شده باشه. تشکر میکنم ازتون، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.